حضرت فرمودن این جوری بود، اگر گناه من این بود که او را از ارشادش میکردم و هدایتش میکردم، بله من این اشکال رو داشتم. چه بسیار ان افراد بیگناهی که مورد ملامت واقع میشن به خاطر همین قصه. بله گاهی ناصح و خیرخواه نتیجه‌ای که از کارش میگیرد بعد جمانی طرف مقابلشه. من تا اونجا که قدرت دارم به جز اصلاح قصدی ندارم. توی نامه دیگری حضرت نوشتن، اما اینکه تو فراوان مسئله عثمان و قاتلینش رو مطرح میکنی، تا اونجا که یاری عثمان به سودت بود او رو یاری کردی، یعنی اونجا که یاری عثمان به سودت نبود عثمانو رها کردی. حضرت تو نامشون مینویسن. خب چی بهتر از امیرالمومنین تو صحنه بوده او وقت تو مدینه و اطراف مدینه بود، تمام جزئیات رو میداند، غیر مسئله امامت. به عنوان یاد مسئله امامت که جای خودشون، هیچی از دیده امام مخفی نی. از به عنوان این یک انسانی که از تمام جزئیات و سیاست های اینها در مدینه با خبر بود، همه چیز رو میدانست، منشأ بود، مرجع بود برای مردم. خب تمام اونا رو در مدینه ازت میدیدند و میشنیدند و از اخبارش مطلع بودند. حالا دارن بیان میکنن که تو هر وقت به نفعت بود از عثمان حمایت میکردی، بعد که دیدی به نفعت نیست عثمانو رها کردی، گذاشتی تا مردم بیان عثمانو بکشن، با اینکه عثمان هم بهت گفته بود میخوان منو بکشن بیا کمک کن، یاریش نکردی. هم که عمرو عاص هم گفت خیانت کردی به معاویه. معاویه وقتی که صلح کرد با امام حسن یه نامه‌ای به ابن عباس نوشت، ابن عباس رو دعوت کنید به بیعت. یه مطلبی که تو اون نامه نوشت این جور بود که به جانم سوگند اگر تو را به علت قتل عثمان میکشتم، امید داشتم که مورد رضای خدا باشه و تصمیمی صحیح و درست باشه، چون که تو از کسانی بودی که برای قتل عثمان کوشش کردی و او رو یاری نکردی و از کسانی هستی که در ریخته شدن خون عثمان شرکت داشتی. من با تو صلح نکردم که صلح مانع از اقدام بر ضد تو باشد و امان نامه ای نیست از من نداری. حالا که پیش اومده است و حالا میخوام بیام سراغت، همون بهانه اولیه که تو قتل عثمان تو شریک بودی، عثمان رو یاری نکردی، حالا خونت بر من حلاله به قول معروف. وقت ابن عباس وقتی این تهدید معاویه رو دید یه جوابی براش نوشت، این جواب جالبه. نوشت که اما این که گفتی من از کسانی بودم که برای قتل عثمان تلاش کردم و دست از یاری او کشیدم و با کسانی که خونه ای رو اونا ریختن همکاری کردم، به خدا سوگند که تو در انتظار قتل او بودی، تو خودت منتظر بودی که عثمانو بکشن. به من حالا داری میگی که من عثمانو یاری نکردم و همکاری کردم با قاتلین عثمان، تو خودت چیکار کردی؟ گفت یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به مردم. حالا چه میخوای یه جوال دوز به این بزرگی که باش دوشک و لحاف میدوزن به مردم بزنی؟ اقلا یه سوزنی کوچولی به خودت. خودت چی کاره بودی؟ تو نبودی که منتظری کشته شدن عثمان بودی، میخواستی خلافت بعد از عثمان به دست بگیری؟ حالا داری به من این حرفا رو میزنی. با آگاهی از وضع او کسانی را که نزد تو بودن از یاری او باز داشتی. حتی ابن عباس میگه یه عده میخواستن بیان، خودت که نیامدی که هیچ، یه عده که میخواستن بیان کمک کنن به عثمان تو نیزاشتی، بهشون گفتی نمیخواد بری. این کارم کردی غیر از اینکه کمک نکردی، اینا رو بازشون داشتی. نامه او به تو رسید، فریادش را که استغاثه میکرد و یاری میطلبید شنیدی ولی به او توجه نکردی، تا زمانی که از در عذرخواهی در آمدی، در حالی که میدانستی که بر ضد او شورش کردن، میدونستی چه بلایی دارن سر عثمان میارن، ولی هیچی نگفتی، کمک و یاریش نکردی. میدونستی بر ضد شورش کردن و رهاش هم نمیکنن تا کشته بشه و اون گونه که تو میخواستی سرانجام کشته شد. همونجوری که میخواستی که این کشته بشه بالاخره کشته شد. پس میدانستی که مردم هرگز و ما تو را یکسان نمیدانند، لذا به سوک عثمان نشستی، خون او را به گردن ما انداختی و پیوسته میگویی عثمان مظلوم کشته شد. خب چه عثمان را مظلومش کرد یاریش که تو؟ حالا اومده میدازی گردن دیگران. اگر او مظلوم کشته شده است تو هم از ظالمان ظالمتری. سپس پیوسته پایین و بالا رفتی، نشست و برخاست کردی تا جاهلان را اقوا کنی و با کمک صفیحان با حق ما مبارزه کردی تا آنچه که می به آنچه که می خواهی رسیدی. خیلی نامه تندی نوشته ابن عباس به معاویه، چون همطور که
عرض شد گفت که من باید تو رو میکشتمت، چون تو قتل عثمان شریک بودی. و منو میکشتی؟ خودت بیشتر شریک بودی. اگر بنابه اینه که ببینیم قتل عثمان گردنه کی بوده، نقش تو از همه بیشتر بوده تو کشته شدن عثمان و یاری نکردن عثمان. حالا میگن نصوص فراوانی در این زمینه در کتب تاریخی هست که اینا را اگر کسی اهل تحقیق باشد میرد مراجعه میکند، خودش میبینه که مطلب یکی و دوتا در این زمینه نیست، که چه نقش بسیار بزرگی رو معاویه ایفا کرد در مسئله کشته شدن عثمان. میخواست مانع و از سر راهش بردار.